صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو می‌شنیدید در نشست شورای آمریکاییان اسرائیلی در واشنگتن دی سی. در این نشست پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا هم سخنرانی کرده بود. بیرون از این سالن نشست شورای آمریکاییان اسرائیل همکارم اردوان روزبه هم به ما پیوسته. اردوان، می‌دونم که تعداد زیادی از حامیان او بیرون سالن بودند. چه بود واکنش اونها به این سخنرانی؟ من همینجور که داشتم سخنرانی گوش میکردم، خب دیدم در حالی که از اول برنامه حدود 1:30 شروع کرده بودم به شعار دادم، ولی بر این سکوت در این سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، خب حامیان ایشون اینجا سکوت کرده بودم و به سخنرانی گوش میکردم. مورد تشویق این طرفداران این سخنرانی قرار گرفت. من با یکی دو نفر در این سخنرانی صحبت در این جمع معترضین صحبت می‌کردم، می‌گفتن سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی نشان دهنده این هستش که جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم نگاه همدلانه ای با شرایط موجود اسرائیل هم دارن و این میتونه نشان دهنده یک وحدت رویه باشه. همونجوری که فردا توجه می‌کردی، شاهزاده رضا پهلوی تمرکزش رو بر نزدیکی دو ملت قرار داده و اینکه هر دو ملت در حال حاضر مورد تهدید از طرف یک دشمن مشترک دارن قرار میگیرن. معترضین هم به همین مسئله پرداختن. شما اگه دقت بکنید، از ابتدا معمولا همه کسانی که پرچم سرنگ در واقع مورد توجهشون رو اینجا به دست گرفتن، در کنارش پرچم اسرائیل هم دارن. و یه مسئله جالبتر این که اکثر میهمانانی که در نشست آمریکا در واقع شورای آمریکایی‌های اسرائیلی شرکت می‌کردن، خیلی هاشون اینجا می‌آمدن با هم ملاقات می‌کردن، دست می‌دادن و در واقع به نوعی می‌تونم بگم به نظر می‌رسه شرایط موجودی که الان داره به وجود میاد که نقطه مشترکش به نظر خیلی‌ها جمهوری اسلامی هستش، باعث نزدیکی این دو مردم هم شده. بر صورتی معترضین تا حدود 4:30 اینجا خواهند بود تا ادامه نشست شعار خواهند داد و همچنین قرار است یه بیانیه‌ای رو بخونه از طرف طرفداران پادشاهی که در این بیانیه اشاره میکنن به رنج و مشکلاتی که در طول 40 سال گذشته جمهوری اسلامی برای مردم در داخل و آزار و وحشت برای ایرانیان در خارج از کشور داشته. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم در بیرون محل نشست شورای آمریکا.